هر یاخته ای از پوست درخت بلوط، همینجا سب بکنیم، یه نکته خیلی مهم رو یاد بگیریم. اول این سوال وجود داره که وقتی که صحبت از پوست درخت میشه چه چیزهایی داریم؟ جواب بچه این هاست. در پوست درخت ما اینا رو داریم. اولا آبکش داریم، ثانیاً پارانشیم داریم، ضمناً مریستم داریم که همون بنلاد چوب‌پنبه سازه، به اضافه چوب‌پنبه، که به این سه تا این مریستم یا بنلاد چوب‌پنبه سازه میگن پیراپوست. لطفا توجه داشته باشید که پوست یک درخت شامل آبکش و پیراپوست. حالا میگه که هر یاخته از پوست که توانایی دو برابر کردن ماده وراثتیش داره، یعنی میتونه که توانسازی دی ان ا و تقسیم و اینا داشته باشه. من میدونم این مریستما میتونن، این پارانشیما هم میتونن، چون کتاب درسی میگه پارانشیم ترمیم داره، ترمیم داره، میتونه تقسیم کنه. خب گزینه یک میگه که خلاصه حرفش اینه، میگه نمیتونه چوب پسین به وجود بیاره. هر یاخته از پوست نمیتونه چوب پسین به وجود بیاره. جوابه چرا؟ به خاطری که بچه ها اونی که چوب پسین رو به وجود میاره کامبیوم آوندسازه. کامبیوم آوندساز جزء ساختار پوست اصلا نیست. صورت سوال داره اینو میگه، ولی سوال سختیه. میگه هر یاخته از پوست درخت که میتونه ماده وراثتی رو دو برابر بکنه، خب حالا هر جا که میخواد باشه، یعنی به اونش کار نداریم، یعنی جزء پوسته. حالا هر یاخته که جزء پوسته آیا میتونه مثلا چوب پسین به وجود بیاره؟ غیر ممکنه. اونی که چوب پسین رو به وجود میاره کامبیوم آوندسازه. کامبیوم آوندساز اینجاه، یعنی زیر پوسته، جزء پوست نیست. پس جواب یکه. دو چرا غلطه؟ میگه فقط با عوامل زنده محافظت میشه. خب غلطه، مثلا چوب پنبه مرده است با اون محافظت میشه. سه میگه از تخم اصلی به طور مستقیم، این لغت مستقیم رو دقت کنید، به وجود اومده. نه، ممکنه که مثلا این پارانشیم از مریستم به وجود اومده، از بلاد چوب‌پنبه‌ساز در واقع به وجود اومده. و میگه که به طور مستقیم در ایجاد یاخته‌های زنده و غیر زنده نقش دارد. خب من در مورد بنلاده میتونم بگم که زنده و غیر زنده میسازه، مثلا پارانشیمش زنده است، اون چوب پنبهش غیر زنده، ولی خود پارانشیم که مثلا میتونه تقسیم بکنه قرار نیستش که سلول غیر زنده بسازه مثلا در زمان ترمیم. پس میتونیم بگیم هر کی میتونه تقسیم بکنه، یعنی توانایی دوباره برابر کردن ماده وراثتیشو داره در ایجاد یاخته‌های زنده و غیر زنده، اونم به طور مستقیم نقش داره. پس پاسخ قابل قبول همین گزینه یکه.